اول بیاد زلها رو، یه زلو حداقل دیواره داخلی خارجیشو بگیره، اندازشو بگیره، ابعادشو بگیره، ببینه با ترشولدش یا اندازه هدفش میخونه، بعد اصلا بیاد کدها رو تغییر بده، کد عدد ویدیوهای تغییر بده، ترشولد تغییر بده، ببینه اگه همون شکلی رو یکی از این اضلاع بهش میده در دیواره داخلی خارجی که به طور کلی با عدد ویدیوهای اصلیش و ترشولد اصلیش اون کارو میکرده، خب این اون هدفه نیست، خب دیگه نیاز نیست بقیهش رو ادامه بده. ولی جریانی که به این صورت داره طی میشه، این خطا در تشخیص رو پدید میاره، چون گفتیم میتونه هر کدوم از این نقاطی که دارید میبینید، حتی این نقاط که اینا خودشون بین زاویه هان، بین دو زاویه هن. این زاویه این قسمت با زاویه‌ای که مربوط به این هست در نقطه بازتاب، حتی اینجا ضبط‌در دارید، شما در تمام این نقاط میتونید به طور منظم ضبط‌در داشته باشید. پس اگه بخواید اینجا رو به عنوان مرکز هدف هر کدوم اینا رو بگیرید، اینا خطا در تشخیصه. خب این روش‌ها، این نوکارها، این بحث‌ها، این آموزش‌ها، این دستورالعمل‌ها برای جلوگیری از همین خطاهاست. وقتی رفتار آنتن اپراتور متوجه نشه یا نوع عملکرد تنظیمات رو درست قرار نده یا نتونه درست روی حرکت‌ها پیش بره، میتونه خطاهای بسیار زیادی رو انجام بده. حتی اینجایی که به صورت مثلثی شما می‌بینید دو تا دو تا پروانه‌ایه، اینا دقیقاً نقاطیه که مثل مرکز هدف میمونه. خب اینجا باید بیاد پهلو به هدف بکنه، جفت دست آنتن، تک دست آنتن، حرکتاش انجام بده تا بتونه اون هدفو با دقت بالا به دست بیاره. و این نوع حرکت‌هایی که می‌بینید ناگهانی از جای حرکت می‌کنه بدون در نظر گرفتن زد، بدون در نظر گرفتن دیوارهای داخلی خارجی و به این صورت میاد و میخواد یک هدف رو مشخص کنه، حتی اگه شما یه عدد ویدیو مورد نظرتون و ترشولد با حجم بالا صحنه اصلی کار بدید، میتونه هر کدوم از این خطوط یا این نقاط رو بگیره و به عنوان مرکز هدف نشون بده و این اشکال از سیستم نیست، این اشکال از اپراتوریه که نتونسته تفاوت بین حرکت ها، نوع حرکت، جریان حرکت و وضعیت حرکت رو برای اون عملیات مشخص کنه و این خطا پدید میاد. پس از این روش نوع حرکت ها در زمان جستجو تو مراحل اولیه حداقل هرگز استفاده نکن.